دلیل ترس شدید باند خاتمی از حذف برچسب تروریستی علیه مجاهدین از سوی دولت‌های غربی بسیار واضح و قابل فهم است. به یاد کشته‌های خیش هنگام درو در برابر مردم ایران می‌افتند. گوش کنید. یک بار در جریان جنگ گورکا و دعواهای درون حاکمیت آخوندی، یک مدیر کل رادیو و تلویزیون رژیم آخوند حسین اربابی فر فاش کرد: این آقایانی که در دوره گذشته یا معاون وزیر اطلاعات بودند یا مدیر کل وزارت اطلاعات بودند، افرادی را هم دستگیر کردند، پرونده سازی کردند و خودشان عامل اصلی بودند. یکی از کسانی که دم از صلح، حقوق بشر، دموکراسی و مردم سالاری میزند و به مغز متفکر اصلاحات معروف است، در همین شیراز یکی از منافقین را بازجویی میکرد. این آدم را به درخت بست و دستش را با تناب به تراکتور بست و با تراکتور حرکت کرد تا بازوی این فرد کنده شد. در آن زمان متدینان اعتراض کردند که این چه وضع برخورده است؟ این کار را کسی که اکنون مخالف خشونت است انجام داد. به این میگویند مماشات نکردن با مجاهدین به سبک و سیاق اصلاح طلبان خط امامی. طبیعی است که میترسند که بعد از برداشته شدن راهبندها، زمان افشای جنایتهایشان بر ضد بشریت فرا برسد و آمران و عاملان روزی به دادگاه فرا خوانده شوند. به همین خاطر است که با تاکتیک بازدارندگی پیش دستانه برای محاکمه مجاهدین از فرانسه تا عراق دست پیش می گیرند. چنین است که سردمداران رژیم آخوندی از ترس فراخوانده شدن به دادگاه‌های بین المللی نعل بارونه می‌زنند. یک روز بر روی کاغذهای فرم انترپل برای ما حکم جلب می‌نویسند: یک روز در میان در پی محاکمه ما در عراق هستند و هر از گاهی در فرانسه ناپرهیزی کرده و در مورد صیاد شیرازی و دیگر عملیات اعلام شده ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور عرض حال می دهند. گمان می کنند که مجاهدین را از دادرسی و دادگاه حراسی هست. از این حقیقت و از این قانونمندی به کلی غافلند که هر کجا قطره قانون و ذره عدالت و انصاف وجود داشته باشد و در هر دادگاهی که به طور نسبی هم که شده دادگری و قانون حکومت کند، بدون تردید مجاهدین و مقاومت ایران برندند. بله، به آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان میگویم که در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده ایم. به تاراج دادن بیت المال ملت ایران و تجارت نفت و خون حیطه شما و انصاف و قانون قلمرو ماست. مگر رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این سالها در هر مناسبت و در هر اجتماعی درخواست برگزاری دادگاه نکرده است؟ مگر مریم در برابر هزاران نفر و در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها بارها با صدای بلند اعلام نکرده است که اگر مقاومت برای آزادی جرم است، ما به آن افتخار می‌کنیم؟ مگر مجاهدین و خانواده شهیدان بغایت از دادگاه رسیدگی به موضوع صیاد شیرازی در فرانسه استقبال و برای حضور در آن اعلام آمادگی نکردند؟ ما
مگر بارها اعلام نکرده ایم که حاضرین با سران این رژیم در هر دادگاه بین المللی رو در رو شویم. برای فرار از همین فراخوان است که 4 سال و اندی است در پی محاکمه ما در عراق هستند. 2 سال پیش وکلای عراقی و فرانسوی فاش کردند که رژیم آخوندی در جریان محاکمه مقامات سابق عراق در عمان پایتخت اردن و همچنین در پاریس با آنها تماس گرفته و در مجموع پیشنهاد 120 میلیون دلار رشوه داده است تا بمباران شیمیایی حلبچه و مصرف گاز سیانید را که فقط طرف ایرانی در اختیار داشت کار مجاهدین خلق قلمداد کنند. وکیل فرانسوی فاش کرد که سفیر رژیم در پاریس صادق خرازی حتی به او گفته است که ما یک سند داریم که می‌خواهیم در اختیار شما قرار دهیم که اثبات می‌کند که مجاهدین خلق این کار را کردند. همکنون نیز آخوندها عناصر دستچین شده خود را از ارگان‌های قضایی عراق در پوشش انواع و اقسام هیئت‌ها و سفرها به ایران دعوت می‌کنند. می‌چرانند و می‌چلانند. خانه و خودرو و خوراک و پول فراوان می‌دهند تا شاید علیه مجاهدین آبی گرم شود. نمی‌دانند که مقاومت ایران از داخل ایران گزارش این قبیل تشبثات کثیف را گاه روز به روز دریافت می کند و با وکلا و ارگانها و مراجع زیرفت در میان می گذارد. آن کس که توانست لیست 32,000 مزدور سپاه قدس را با شمار حسابها و مستمری ماهیانه هر یک افشا کند در یک دادگاه بین المللی با دعوت از وکلا و شهود اسناد مربوطه را با تمام جزئیات ارائه خواهد کرد. اگر سردمداران و سرکردگان رژیم جرأت دارند، یک بار دیگر از آن 13 مرد خبیث دعوت می‌کنیم که همراه با تمام ادله و دعاوی خود علیه مجاهدین و مقاومت ایران با ما در یک دادگاه بین المللی حاضر شوند و به دفاع از خود بپردازند. هر کس دیگری را هم که می‌خواهند با خود بیاورند تا علیه ما هر چه می‌خواهد بگوید. مگر از شیعیان و اکراد عراقی برای خود پیراهن عثمان درست نکرده اید؟ مگر مدعی بمباران حلبچه و پیاده کردن و فروش قطعات هواپیماهای عراقی توسط مجاهدین نیستید؟ مگر نمیگویید که از کرکوک تا نجف و ناصریه و از انبار تا شهرک صدر و خانقین را مجاهدین یک بار در گذشته و یک بار هم حالا با آمریکایی‌ها سرکوب و کشتار و قتل عام کردند؟ مگر نمیگویید که 1/3 درآمد نفت عراق را مجاهدین می گرفتند؟